من دکمه ضبط رو هم بزنم و امیدوار هستم. جناب رستمی عزیز بسیار بسیار به روی خط از شهر سان فرانسیسکو در United States of America بسیار خوش آمدید قربان. سلام آقای عزادی، عصر بخیر. بسیار سپاسگزارم. شنوندگان عزیز بخیر. صدای من حتما خوب میاد. بله، بسیار صداتون بسیار 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 عالی هستش و امیدوارم که روز و روزگار بر شما خوش است قربان. سلامت باشین، خیلی ممنون. ما هفته قبل برنامه داشتیم. هفته قبلش برنامه نداشتیم. این مریضی من قربان همه چی رو از بین برد. من فکرم هفته پیش بود که فوتبال بود و اینو من گفت. نه، هفته قبلش بود. کاملا درست میگی. خب جناب رستمی عزیز، من فکر میکنم که در شروع برنامه امروز شما صحبتایی رو دارید، درسته؟ یا بله، یک کوتاه آقای آزادی، من کماکان از اینجا هم که هستم دوستان تماس میگیرن از طریق طرقهای مختلف و سوالایی میکنن و هفته پیش سوالای زیادی در مورد اقامت کاری بله. اقامت کاری شده بود و که مشکلاتی که طبق معمول در مورد اقامت های کاری در سوئد پیش میاد. بله، در این ما سراپا گوش هستیم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. در این مورد البته باز صحبت خیلی خیلی زیاد شده در این مورد، ولی خب به هر حال کسایی که تازه هستند و از قوانین اطلاعاتی ندارن به هر حال سالانه وارد کشور سایت میشن و اقامت کاری میگیرن و به هر حال مشکلاتی همیشه به وجود میاد که همیشه تازگی داره. به هر حال پیش در تغییرات تحولاتی هم که صورت میگیره و به هر حال جزوی از این اطلاعاتی که میشه به دوستان داد. کوتاه توضیح این که اقامت های کاری همونطور که دوستان خیلی زیاد اطلاع دارن، دریافت اولیه اقامت کاری بسیار بسیار ساده است در سوئد. در مقام مقایسه با سایر کشورها واقعا قوانین بسیار ساده ای رو اداره مهاجرت در مورد دریافت اقامت کاری اول مخصوصا داره. البته تمدیداش هم راحت زیاد سخت نیست، ولی خب اشتباهات کوچک و بعضن به مشکلات خیلی بزرگی تبدیل میشه. اقامت اولیه کارفرمایی میتونه با هر فردی رو که بخواد از هر کجای دنیا دعوت به کار بکنه، فقط تنها قول بده که حداقل 13,000 کرون حقوق ماهانه فرد خواهد بود با بیمه های کارگرا کارمندا و قوانین کاری رو رعایت بکنه، اقامت دو ساله میتونه صادر بشه. بعد از اقامت دو ساله طبیعتاً این دو سال گذشته‌ای که فرد خارجی با اقامت کاری در سوئد بوده بررسی میشه. اون مواردی که تا به حال خیلی مشکل ساز شده و در بررسی‌ها حقوق هست، بیمه هست و در صورت تغییر کار عدم وجود آگهی. بعد حقوقی که در یعنی در اون در تمدید اول در واقع بگیم دو سال گذشته کارگر رو کارمند رو اداره مهاجرت وقتی بررسی میکنه در مورد حقوق، این که حقوقها ماه به ماه به طور مرتب پرداخت شده باشه، حداقل حقوق که 13,000 کرونه باید رعایت بشه و این رعایت شدن هر ماه باید رعایت بشه و یعنی هر ماه این فرد 13,000 کرون درآمد باید داشته باشه. بیمه های مناسب رو باید داشته باشه. هر شغلی هر صنفی حداقل بیمه ها رو که نیازه از حد در قانون کار و این قوانین و قراردادهای دست جمعی که در واقع بین اتحادیه‌های کارفرماها کارگرا وجود داره، اینا رو در واقع اجباری هست، اینا باید وجود داشته باشن و مهم نیست که از کدوم شرکت بیمه اینا رو بیمه کرده باشه کارفرما، فقط اینکه این بیمه ها به هر حال از طریق یک شرکت بیمه این کارمندا و کارگر خودش رو بیمه کرده باشه. و دیگر اینکه حقوق در واقع در مورد حقوق دو تا مسئله وجود داره. یکی اینکه حداقل حقوق باید باشه، یعنی 13,000 کرون، درآمد نباید زیر 13,000 کرون باشه. طبق قرارداد اولیه که بین کارمند و کارفرما وجود داشته اون رعایت بشه. اگر رعایت نشه توضیحی براش وجود داشته باشه که چرا تغییر کرده بعدن
مثلا اولش یه توافق شده که حقوق 15000 کرون باشه، ولی بعدن بعد یک سال شده 14000 کرون. این توضیحی باید برای این توافق جدیدی که احتمالاً بین این دو نفر وجود داشته، این باید توضیح داده بشه که چرا این گونه شده، و اینکه این درآمد یا حقوق باید مناسب این شغل هم باشه. یعنی وقتی که حقوق یک نفری که سوئدی هست و یا در سوئد زندگی میکنه در حالت عادی 15000 کرونه، حقوق یک فردی که با اقامت کاری در سوئد زندگی میکنه نباید 13000 کرون باشه، گرچه که درآمد بالای 13000 کرونه، ولی خب زیر اون نرم به اصطلاح هست. در مورد همونطور که این من جناب رستمی عزیز معذرت میخوام واسه سوال، حالا که دارید این مسئله رو توضیح میدید، من یه خواهشی هم ازتون دارم. در یک کیسی که یک خانم ایرانی رو در چند روز گذشته بعد از 9 سال که در سوئد بوده کار میکرده، همه چی، یکی این که حالا ایرادی که گرفته بودن که حقوقش یه ذره کمتر بوده، اون چه بحث دیگه، ولی صحبت بر سر میشه که مرخصی کم گرفتن. این نکته رو اگه ممکنه تو صحبتاتون اشاره بکنید که کم گرفتن مرخصی چه ربطی به از دست دادن اقامت داره. اینو سپاسگزار میشم که توضیح بدید. در این موقع تمدید در واقع اقامت، کارگر فرد متقاضی باید حتما این حق خودش رو بر ادامه در واقع اقامت رو ثابت بکنه. این حق در واقع مسئولیت اثبات کردن بر عهده خود متقاضیه، و این به این معنیه که این 2 سال گذشته یا 4 سال گذشته رو با مدارک مناسبی که اداره مهاجرت معمولا میخواد، مثل فیش حقوقی، درآمدهای سالانه هم کنترل پیف بهش گفته میشه، و همین که گزارش‌های سالانی که کارفرما نشون بده که این سال ماه به ماه سال به سال در واقع این بیمه ها پرمیه بیمه رو به اصطلاح پرداخت کرده باشه. در مورد اینکه چه مدارکی چگونه باید فرستاده بشه، به هر حال فیش حقوقی باید فرستاده بشه، ماه به ماه رو میخوان. در این فیش‌های حقوقی فرم‌های مختلفی داره، و اون چیزی که رایجه در یه فیش حقوقی حتما باید نوشته بشه که این فرد چند ساعت در ماه کار کرده و یا چند درصد کار کرده، حقوق قبل مالیاتش چقدر بوده، چقدر مالیات کارفرما کم کرده، درآمد هر ماه که این کار میکنه، درآمد بهتره که درآمد سالیانش هم در زیر قید بشه. اینا یه فرمایی هستن که اون اتوماتیک وار اگه فرد سیستمی رو، کارفرمای سیستمی رو در واقع اجرا میکنه، اون فرم ها اون اتوماتیک ها اونجا میاد. و مسئله دیگر این که طبق قوانین کار و قراردادهای دست جمعی، همه کلکتیو آفتاری که وجود داره، کارفرما کارگر کارمند حتما باید سالانه طبق قانون کار مرخصی هم داشته باشه، و این طبق قانون کار در واقع میشه گفتش که وقتی این اجرا نشه، حتی مواردی بوده که فرد کار کرده و از بابت اینکه مرخصی رو نگرفته حقوقی مزایایی هم دریافت کرده، منتها قانون کار میگه که فرد حداقل باید 4 هفته در سال مرخصی داشته باشه. مرخصی ها رو میشه برای سالهای بعد گذاشت، ولی نه همه 25 روز رو، بلکه بخشی از این رو که فکر کنم فقط 1 هفته یا 5 روز در واقع میشه برای سالهای بعد نگهداری کرد. این اشتباهی که در واقع اینجا رخ میده اینه که افرادی مثل من و شما خب احتیاجی به اقامت ندارند، این توافقی که با کارفرما میکنم مرخصی هم نمیره و حقوق از بابتش دریافت میکنه، یا مرخصی هاشو حالا برای سالهای دیگه میتونه نگه داره. ولی خب اگه درست انجام بگیره این کار، درستش در واقع اینه که طبق همین قوانین کار و همین قراردادهای دست جمعی، یک کارگر کارمند حداقل باید 1 ماه در سال رو مرخصی داشته باشه. وقتی فرد اینو رعایت نکنه، خب تا به حال اینگونه بوده، اداره مهاجرت، دادگاه ها هم این تصمیم ها رو در واقع تایید کردن، اینکه وقتی یک فردی کار میکنه نیاز به حداقل 4 هفته در سال به مرخصی داره و باید رعایت بشه. به هر حال میگم که برای من و شما مشکلی به وجود نمیاره این کار، برای اینکه توافقی که بین ما انجام میگیره و بین کارفرما و کارمند انجام میگیره و کسی هم باش کاری نداره، چون این جور مسائل به هر حال
مسائلی هستن که فرد باید اعتراض بکنه تا بعدن به مشکلی یا مسئله پیش بیاد. وقتی اعتراض نکنیم خب مسئله حل بین دو نفر میتونه حل کنه. متو اقامه این رو وقتی اداره مهاجرت طبق قوانین کاری بررسی میکنه، این رو به نشانه عدم رعایت قوانین کار و شرایط کاری به حال تلقی کرده و میکنه. بعد از این کنترل هایی که گفتم بعد 2 سال انجام میگه، طبیعتا بعد از 4 سال هم دوباره انجام، چون فرد بعد از اینکه 4 سال در سوئد زندگی کرد با اقامت کاری میتونه که اقامت دائم دریافت کنه. منتها این 4 سال آخر دوباره این 4 سال رو بررسی میکنه اداره مهاجرت، همون 2 سالی که قبلا بررسی کرده یک بار دیگه هم بررسی میکنه. امکان داره که این فردی که بررسی میکنه فرد مشاور اداره مهاجرت همون فردی نباشه که قبل 2 سال قبل این رو پرونده رو بررسی کرده، بنابراین یکی دیگه بررسی میکنه. و خب چون اقامت دائم میشه بعد از 4 سال قاعدتا باید بشه، طبیعتا کنترل یه مقدار دقیق تر میشه و اونجا هست که باز دوباره مشکلاتی به وجود اومده. افرادی که در 2 سال بعد 2 سال اقامت تمدید شده، و خب این نشان دهنده، قاعدتا این نشان دهنده اینه که خود اداره مهاجرت این 2 سال اول رو تایید کرده و در اینجا مشکلی ندیده برای تمدید، ولی بعد 4 سال دوباره برمیگرده همون 2 سال رو، 2 سال اولیه هم بررسی میشه و امکان داره که فردی که بررسی میکنه از همون 2 سال اول دوباره ایرادهایی رو بگه. قوانین اقامت کاری در مقایسه باز هم میگم حتی 10 سال هست از عمر این قانون میگذره، قبلا هم بوده ولی به این سبکش 10 سالی که از عمرش میگذره. قوانین جدیدی هست، نسبتا جدیدی هست در مقام مقایسه با سایر کشورها، سوئد همچین سابقه قبلا نداشته. قوانین روش بررسی ها روز به روز تغییر میکنه و با توجه به اینکه عرض کردم این قوانین سوئد بسیار بسیار ساده و اصطلاح سخاوتمندانه بوده و هست از اولش، خب یه سری تقلب های صورت گرفت و این کنترل ها در واقع بر اساس همون اتفاقای افتاده خب تغییر کرد. اینکه برای یه سری مشاغل کنترل ها دقیق تر شد، شدید تر شد، و از طرفی هم یه عده اینجا بی خودی ضرر دیدن و قوانین هم یه مقدار تغییر کرد. حتی دادگاه عالی هم این اواخر 2 تا بر اساس 2 حکم در 2 حکمی این مسئله رو بررسی کرد که آیا اشتباهات کوچکی باید منجر بشه که فرد کلن جواب رد بگیری یا نه، و این رو هم دادگاه عالی مهاجرت در 2 حکمی بررسی کرده و نظر دادگاه عالی این بوده که و طبق قوانینی که تغییر کرده تقریبا 2 سال پیش یا 1 سال پیش دقیقا یادم نیست، گفته شده که وقتی که اشتباهات کوچکی از طریق کارفرما صورت بگیره و کارفرما بعداً متوجه قضیه بشه و این اشتباه خودش رو برطرف بکنه، و این اشتباه ها بر اساس اشتباه های آدمینستراتیوی بوده، اشتباه های جزئی بوده که بعداً برطرف شده، قاعدتاً اونها رو باید نادیده گرفت. محتوای این حکم اینه، منتها این تحت شرایطی که اولاً اشتباه جزئی بوده، اشتباه آگاهانی نبوده، و اشتباهاتی که بعداً داریم خود کارفرما و کارمند متوجه شدن و این رو تغییر دادن و اصلاحش کردن. این الان تحت این گونه شرایط در واقع این اقامت ها جواب ها رد نمیشه، یعنی به خاطر این مسائل اشتباهات کوچکی اینجوری دیگه نمیشه. منتها شرط اصلی که فرد خودش یا کارفرما خودش متوجه بشه و این اشتباهات رو قبل از اینکه اداره مهاجرت متوجهش بشه برطرف بکنه. تحت همچین شرایطی در واقع این جواب رد نخواهد بود. توصیه‌ای که میشه کرد اینی که به هر حال مهمترین مسئله برای یک فردی که با اقامت کاری در سوئد زندگی میکنه مسئله اقامتشه. این رو خب به هر حال باید یا از طریق اتحادیه‌هایی هستن، اتحادیه‌های کارمندی کارگری هستن، با اونا فرد اینا رو مشورت بکنه، با افراد آگاهی مشورت بکنه، این هر از گاهی این شرایط رو کنترل بکنه و از کارفرما هم بخواد که این مدارکی رو نشون بده که
در واقع به فرد ارائه بده که نشون میده که این شرایط طبق اون استانداردهایی که اداره مهاجرت در نظر میگیره رعایت میشه. به هر حال این رو دروایستی در اینجا وجود نداره. وقتی که شرایط خوب نباشه خب جواب بعدا رد خواهد، حتی اگر بعد از 2 سال نشه بعد از 4 سال جواب منفی خواهد بود. بنابراین این خیلی مهمه که اینو ماه به ماه هر از چند گاه این شرایط کنترل بشه، حقوق نرم حقوقها رعایت بشه، بیمه های موجود چک بشه و سایر شرایطی که همگان در مورد همگان رعایت میشه در مورد ایشون هم رعایت بشه. جناب رستم عزیز، این شرایطی که شما گفتید که یک کارمند یا یک کارگر باید رعایت بکنه، آیا در سایت اداره مهاجرت وجود داره که مثلا فرضاً من این 10 تا پونکت رو بعد یکی یکی دنبالش برم ببینم هر ماه رعایت شده یا نه، یا مثلا سالی یه بار مثلا، آیا اینا وجود داره یا چجوری آدم میتونه دست پیدا کنه به این؟ چون منی که از یک کشور دیگه ای پا شدم اومدم اینجا و دارم کار میکنم، قاعدتا این قوانین رو بلد نیستم. اینا رو از کجا من میتونم پیداشون بکنم که مثلا اداره مهاجرت رو چه چیزهای حساسه، رو چه نکاتی مثلا انگوش میذاره که من؟ متاسفانه این موارد حقوقی که عرض میکنم جزئیات رو خب هیچ کس نمیتونه، اینو وارد نیست، حتی کارفرما و به اصطلاح خودمون سویدیا که به هر حال بعضا این مسائل رو رعایت نمیکنن، یعنی این رو متاسفانه از طریق یک منبع خاصی نمیشه اثبات کرد. حقوق، مزایا، بیمه، اینا رو میشه از سایت اداره مهاجرت وجود داره این اطلاعات، و ولی مسائلی که مثلا در مورد وجود داشتن آگهی یا نه، وقتی که فرد شغلش تغییر میکنه، کارفرما رو تغییر میده، شغل جدید با آگهی داده بشه، خب اینا هستن این اطلاعات، ولی این چجوری رعایت بشه، کی رعایت بشه، خب بعضا کسای امکانشو ندارن یه رعایت نمیکنن یا نمیفهمن. خب دیگه متاسفانه این گونه است دیگه، وقتی که فردی دنبال حقوق، دنبال یک امتیازیه مثل اقامت، خب تنها یکی از بهترین روشاش این میتونه باشه که با یه وکیلی دقیقاً می‌خواستم اتفاقاً همین رو بگم، مهاجرت وارد مشاوره صورت بگیره. جناب رسامی این میگم که حتماً همه کارو انجام می‌ده، ولی یه سری کنترل‌ها رو به هر حال میشه کرد. ببینم الان آیا وکلا یا جوریست‌هایی که در سوئد وجود دارن و دنبال قوانین مهاجرتی هستن همشون یه جور حرف میزنن؟ یعنی اگه من بیام از شما سوال بکنم یا برم با یه نفر دیگه صحبت کنم، آیا قوانین مهاجرتی رو همه وکلا یا جوریست‌ها یه جور ترجمه‌اش می‌کنن؟ یا آدم با آدم فرق میکنه؟ باید هم باید یه جور باشه. فرد یه وکیلی که با قوانین مهاجرت کار میکنه، ما قانون یه دونه داریم و دادگاه عالی هم رأیشون صادر میکنه، یه دونه صادر، یه دونه رأی صادر، بیشتر چند تا یا دادگاه های مختلفی وجود نداره. پس در واقعیتش وکیلی که با قوانین مهاجرت کار میکنه قاعدتا باید اطلاعات درستی رو به پس در واقعیتش منظور شما اینه که هر کسی که وارد یک کشور جدیدی داره میشه و میخواد شروع با یک کاری رو انجام بده و قاعدتا قوانین رو مملکت بلد نیست، بد نیستش که یک ساعتی و وقت بذاره، شامل مخارج بسیار کمی هم هست، با یک قانوندان اون مملکت بره صحبت بکنه چه شرایطی رو باید ببینم و بعد با خیال راحت میتونه که زندگی عادی شو ادامه بده. تو خوبی؟ افرادی بودن که مراجعه میکردن و شغلشون رو میخواستن تغییر بدن و میگفتن که کارفرما مثلا این آگهی رو یه ماه پیش گذاشته، الان دیگه نمیخواد این آگهی رو تمدید کنه. من خب طبیعتا جوابم این بود که اداره مهاجرت مخصوصا این مورد رو کنترل میکنه و اگر قبل از اینکه شما استخدام بشید آگهی نبوده، آگهی مدت زمان کوتاهی در دسترس عموم قرار داشته، اینا به هر حال جواب منفی خواهد بود و دیگه اون وقتی طرف امکان دیگه ای نداره، همینی که هست به قول معروف، خب این شانسش رو آزمایش میکنه، ولی خب به هر حال اون اطلاعات رو میشه، این گونه اطلاعات رو میشه به یک فردی منتقل کرد. درسته. آقای روسری، من در یک کیسی که از عزیزان ما در موقعی که می‌خواست، یک از شنوندگان ما موقعی که می‌خواست تقاضایی رو بفرسته برای یک اقامت کاری، یک شرکتی که عملاً به نظر می‌رسیده که بسیار شرکت معتبری هستش، آگهی رو میزنن، تقاضای کار رو میفرستن، حدود 1 سال و خورده‌ای منتظر جواب میشن و جواب منفی میگیره. عملا بعد از این که ایشون میره و در سفارت ایران بهش جواب منفی رو میدن، دلیلی که نوشته بودن اینه که این شرکت قبلا تقاضای 6 مورد به تقاضای کاری کرده بوده، قبول شده بودن، اومده بودن، ولی بعد از 6 ماه اون کار رو ترک کرده بودن.
به همین دلیل دیگه این اداره مهاجرت از نظر اداره مهاجرت اون شرکت شرکت معتبری نیست. آیا اینجور چیزا رو هم میشه جایی چک کرد یا فقط باید همین بله اینو میشه چک کرد، اینو کارفرما خودش میدونه چیکار کرده؟ نه خب کارفرما میدونه، ولی اون عملا اون کسی که در مثلا در ایران نمیدونه، متاسفانه نه اون طرف نمیدونه. نه یعنی تنها راهش اینه که منتظر جواب، تنها راه اینه که کارفرما خوب این اطلاعاتو بده. دقیقاً بله این در همچی حالتی. و یه مورد دیگه هم هست از رو کنم، اونم در مورد کنترل هاست که همونطور که این کیس قبلی که شما اشاره کردیم وجود داشت، وقتی که اقامت اول تمدید میشه در مهاجرت این وضعیت دو سال رو بررسی میکنه و در بعد چهار سال دوباره چهار سال رو گذشته رو بررسی میکنه. ما در واقع وقتی تصمیمی از طرف یک ارگان دولتی گرفته میشه، گفتم چه تصمیمی مثبت هست قابل تغییر نیست، یا وقتی فرد اطلاعات دروغینی یا اطلاعات نادرستی به اداره مهاجرت نداده و اداره مهاجرت بر اساس اون اطلاعات دریافت کرده تصمیم گیری کرده، غالبا در هر تصمیمی که یک ارگان دولتی میگیره مثبت باشه به نفع در متقاضی باشه بعدا نباید تغییر داد. ولی در مورد اداره قوانین مهاجرتی متاسفانه اینگونه نیست، چون اقامت موقته اداره مهاجرت هم ما نمیتونیم بگیم که چه مدل کنترل هایی رو انجام خواهد داد و چه مدل کنترل هایی وجود داره و چه مدل کنترل هایی رو باید انجام بده. این بر اساس اون خلاقیت مشاور پرونده هست که چه مدل در واقع بررسی هایی رو انجام بده، چقدر سخت گیری بکنه، چقدر جزئیات رو وارد بشه و چقدر نشه. یه سری استاندارد هایی هست که باید به هر حال هر کارمندی رعایت میکنه، هر مشاوره اداره مهاجرت رعایت میکنه، ولی خب یه سری مسائل دیگه هم هست که بر اساس اون شغل، بر اساس اون اطلاعات داده شده به اداره مهاجرت سالهایی پیش میاد که این رو خوب خود اداره مهاجرت تصمیم میگیره که چگونه تحقیقاتی انجام بده، که متاسفانه در اونجا میبینیم که افراد با شرایط مساوی میتونه یکی جواب منفی بگیره یکی جواب مثبت بگیره و این گرفتاری که فعلا در هر مدل بررسی ها وجود داره. سیستم قضایی اینجوری کار میکنه. دوستان عزیز شماره تلفن های 08-23-98-98-38-43 در خدمت شماست که اگه سوالی در مورد مسائل حقوقی سوئد، مسائل مهاجرتی، خانوادگی و قاعدتا در شرایط فعلی احتمالا مهاجرت به آمریکا اینا هم باشی میتونیم از جناب رستمی عزیز بپرسیم. آقای رستمی، بانوی با من داشتن صحبت میکردن، ایشون 7 سال پیش به سوئد اومدن، تقاضای پناهندگی اجتماعی کرده بودن، مشکلاتی براشون در جامعه پیش اومده بوده و بعد از اون با پناهندگی ایشون موافقت میشه، ایشون بعد از اون هیچ وقت به ایران بر نگشته، 7 سال الان از اونجا گذشته و الان موقعیتش هستش که ایشون بیشتر از 1.5 سال هستش که تقاضای پاسپورت سوئدی کرده یا مدبرسکاپ سوئدی کرده، تابعیت سوئد، ولی خب میدونیم که عملا حدوداً 26 ماه بعد ایشون منتظر بمونه. سوالی که ایشون داشتن این بودش که اگه الان در موقعیت امروزی ایشون برن و پاسپورت ایرانی خودشون رو تمدید بکنن، خب 7 سال از تمدیدش گذشته و به ایران بخوان سفری بکنن، آیا برای اقامت ایشون مشکلی پیش میاد؟ پاسپورت فرملینگی هم داشتن که قاعدتاً به اروپا اینا باهاش مسافرت میکنن ولی به ایران هیچ وقت نداشتن، آیا میتونه این رو کیس ایشون تاثیرگذار باشه؟ بله میتونه تاثیر بذاره، حتما میتونه تاثیر بذاره. فردی که حالا ایشون میگه که شما دقیقا دو مدل در واقع استاتوس پناهندگی داریم، سیاسی نبوده مال ایشون، آره اصطلاحی هست که سیاسی و اجتماعی، درسته؟ هیچ فرقی نمیکنه، در واقع پناهندگی اجتماعی هم شبیه به همون سیاسیه، حالا این اون نیست و یه مقدار شبیه، به هر حال شبیه هست. فرد نیاز به امنیت داره به خاطر مسائلی اتفاقایی که افتاده شده، اعلام کرده اتفاق افتاده در کشور خودش، بر اساس اون یه احتیاج به پناهگاه داره، نیاز به کمک داره، پناهندگی داشته که اینو گرفته. همچین فرد وقتی یک همچین فردی به سفارت کشور خودش مراجعه بکنه، یعنی کلن اگه بخواد از حفاظت کشور وطن خودش، کشور خودش برخوردار باشه، مبنا بر این که همچین فردی دیگه احتیاج به پناهگاه نداره، احتیاج به پناهندگی نداره، نیازی به پناهندگی نداره، گرچه شاید قبلا داشته، ولی الان با این کارش، با مراجعه به سفارت، با مسافرت به کشور خودش، احساس میکنه که دیگه خطر ایشون رو تهدید نمیکنه. درست. و در همچین حالتی به نظر اداره مهاجرت، باور اداره مهاجرت به اینه که طبق قوانین پناهندگی این فرد نیازی به پناهگاه نداره و میتونه به کشور خودش برگرده. درست. حتی اگر فرد به کشور خودش مراجعه بکنه و درخواست پاسپورت بکنه و پاسپورتش رو تمدید بکنه بدون اینکه حتی به کشور خودش برگرده،
این مورد نیز به مثابه در واقع برخورداری از حمایت کشور خودش تلقی میشه و اگر اداره مهاجرت متوجه این قضیه بشه میتونه که اقامت این فرد رو لغو کنه. بعد 4 سال اقامت در سوئد در همچین حالتی یه مقدار پس گرفتن اقامت مشکله، ولی امکانش هست. 100% نمیشه. بله امکانش هست که داره مهاجرت حتی بعد 4 سال بعد از اقامت این فرد بتونه اقامتش رو لغو بکنه. بسیار سپاسگزارم. بریم سراغ شماره تلفن 2398 که اول زنگ زد. درود بر شما، با جناب رستمی عزیز بر روی خط هستید، بفهمید خواهش میکنم. درود با آقای نوید عزیز، آقای رستمی دستین، آقای رستمی ها فریتا تیرو سا. آخه ولی در طریق تکنولوژی در خدمت شما عزیز بود. آقای رستمی عزیز یه سوال داشتیم خدمتون. من حدود 35 سال سوئد هم، بعد یه من بچه برادر دارم، میخواستم اینو بیارم از طریق دانشجوی سوئد، میشه بعد خرشم خودم بدم، میشه این کار بکنیم؟ خرج یعنی منظورت خرج شهریه دانشگاه من در دانشگاه زندگیش دیگه، ولی اونجا هم چیز داره، اونجا لیسانس گرفته آماده است دیگه. اینو من به چه طریقه میتونیم چیز کنیم؟ ایشون میتونه که اول باید پذیرشی از دانشگاهی بگیره در سوئد، بعد بر اساس اون پذیرش بره سفارت درخواست ویزای دانشجویی بکنه. و خب دو مورد هست. مورد اول اینه که این پذیرشی وجود داشته باشه، دانشگاهی حاضر باشه ایشون رو قبول کرده باشه، نه که حاضر، قبول کرده باشه و جواب گرفته باشه که این فرد میتونه بیاد در اون دانشگاه تحصیل و تحصیل بده. این مهمترین مسئله است. مسئله دوم مسئله هزینه هاست که این فرد باید بتونه ثابت بکنه که وقتی اینجا میاد توانایی پرداخت این هزینه رو داره. گارانتی بانکی، حساب بانکی، پول نقد، شهری، احتمالاً بورسیه، همون اسکالرشیپ که وجود داره، میتونه از سوئد یا دانشگاه یا نهادی دیگه هم بگیره. همچنین یعنی مسئله مالی پرداخت هزینه های زندگی و شهری دانشگاه رو باید ایشون ثابت کنه که در دسترسش هست. این دوتا مسئله مهمتری مسئله است. اینو من میتونم بهش گارانتی بدم؟ شما من تا به حال همچین موردی بر نخوردم، ولی قاعدتا باید بشه. یعنی اگر شما میدونید که حالا نمیدونم ایشون در چه سطحی میخوان تحصیل بکنند، ولی معمولا هزینه شهری دانشگاه ها فکر کنم حداقلش 100,000 کرون در دو ترم، یعنی یک سال تحصیلی باید باشه. این شهری که به دانشگاه ها باید پرداخت بشه و هزینه زندگی هم هزینه است. به هر حال حداقل نرم فکر کنم 7,000-7,500 تا باید باشه. شما اینا رو در یک ماهی، بله شما اینو در نظر بگیرید چقدر میشه و یک گارانتی بانکی و یا یک گارانتی به هر حال وجود داشته باشه که چون هزینه زیادی با یک کارمند معمولی نمیتونه همچین تقبلی بکنه. بله. یا با یک درآمد معمولی منظورم نمیشه این گارانتی رو داد. باید یک پول نقدی، حساب بانکی، گارانتی وجود داشته باشه که در مهاجرت خانه بشه که بله این پول، این در نقد در دسترس هست و این فرد میتونه که از این گارانتی استفاده بکنه وقتی وارد سوئد شد. اوکی، خیلی ممنون، بسیار سپاسگزارم از شما. خوبی داشته باشید. آرزو موفقیت، قربان، پیروز باشید، خدا نگهدار. 9833 بفهمید بر روی خط هستید. با درود و عرض ادب به شما آقای رستمی و نوید آزادی عزیز، سپاسگزارم از شما عزیزم، بفهمید خواهش می‌کنم. شنونده‌هاتون آقای آزادی قرار مزاحمت، آقای رستمی البته. من 11 سال سوئدم و داخل سوئد زندگی میکنم و مدبوریاسکاپ دارم. من تو فکر اینم که مهاجرت کنم به آمریکا. درست، ولی شرایط زندگی دقیقا اونجا نمیدونم و از نظر داری مهاجرت راحت ترین راه یا بخشو گفتین تابعیت سوئد رو دارین؟ بله مدبوریاسکاپ دارم. اوکی، چی کار میکنین در سوئد؟ چیکار کردی؟ شغل من یا چیزی من نمیدونم از اون شغل، تحصیلات، وضعیت مالی؟ من تحصیلات تو سوئد ادامه تحصیل ندادم، اما فارغ التحصیل رشته کامپیوترم تو ایران. کار میکنی در سوئد؟ کار کردی در این 11 سال گذشته؟ متاسفانه نسبت به رشته کار مربوط منظورم نه نه، اما رشته الان نه. شغل من اینجا نزدیک 6 ساله 7 ساله من توی سکیوریتی هستم، شغلم سکیوریتی اینجا فیتس وقت اورنینگز وقت و وکتور همین اینا رو به قول من فیلینگاشو دارم و کار کردم تو سوئد و میکنم.
اقامت در امریکا متاسفانه یه مقدار دشوار است، مخصوصا برای یک سوئدی، شهروند سوئدی اروپایی، بسیار بسیار دشواره. یعنی بسیار راحت هم هست، همینطور که قبلا در مورد اقامت سوئدی گفتم، در مورد امریکا می صدق میکنه. اقامت پناهندگی که به شما تعلق نمیگیره، یعنی به یک شهروند سوئدی در امریکا پناهندگی داده نمیشه، میمونه مدل دیگه اقامت ها که مثل سوئد اینجا هم همین گونه است. سرمایه گذاری، کار، ازدواج، انواع اقسام اقامت های کاری هست و مهم. ولی اونی که رایجه در مورد اروپایی ها، افرادی هستند که با توانایی ها بسیار بالا، مثلا بگیم که پروفسورهای درجه یک که جایزه های مختلف مثل جایزه نوبل چیزی برنده شدن، یعنی تحصیلات توانایی در این حد، به اینا در آمریکا در عرض 2-3 هفته اقامت دائم داده میشه. افرادی که تحصیلات عالیه دارند، هم دکترا، پروفسورا، محققین، به اینا هم اقامت دائم داده میشه در آمریکا. و افرادی که کارهای در شرکت‌های بین‌المللی کار میکنن، میتونن و این شرکتشون در واقع در سوئد و در امریکا شعبه داره که مثلا شعبه سوئدش میخواد اینو منتقل بکنه به امریکا، در مدتی در اینجا کار بکنه، این مدل اقامت کاری هم وجود داره. ولی خب این شرایطی داره، شرایط اینی که حتما این شرکت دوتا شعبه داشته باشه، حتما این فرد نقش کلیدی در اون شرکت داشته باشه که بتونه بیاد آمریکا و اینجا همون کارش رو ادامه بده. کارهای دیگه هم هست. پولی چطوری آقای رستمی؟ اگه من الان فرض کنی که من شامل این شرایطی که شما میگین نمیشم، اما یه مقداری پول تو حسابمه، چقدر باید من سرمایه گذاری؟ دو مدل سرمایه گذاری وجود داره. یک فرد میتونه با انتقال حداقل $500,000 و سرمایه گذاری هم در یک سری پروژه هایی که از طرف اداره مهاجرت آمریکا تایید شده هست، در واقع سرمایه گذاری غیر فعال انجام بده و اقامت موقت 2 ساله و بعد 5 سال اقامت دائم و طبیعتاً بعداً تابعیت میتونه دریافت کنه. حداقل $500,000 فقط برای این کار نیاز هست. مدل دیگرش افراد میتونن شرکت تأسیس بکنن، ولی این شرکتشون حداقل، یعنی این فرد حداقل باید $1,000,000 سرمایه وارد این کشور بکنه و با این $1,000,000 تجارت بکنه. هر تجارتی، هیچ محدودیتی وجود نداره و با این تجارت حداقل 10 تا نیروی موقعیت کاری در آمریکا تولید بکنه، هم اقامت میگیره. ولی همینطور که میبینیم و مبلغ سرمایه خیلی بالاست، هیچ شرایطی دیگه ای نداره که شما کار کرده باشین، تجربه داشته باشین، شرکت داری بلد باشین، زبون بلد باشین، هیچ شرایطی وجود نداره. تنها شرایطش اینه که این مقدار پول و سرمایه رو داشته باشین و در دسترس داشته باشین و البته این سرمایه نیز از طریق درستی کسب شده باشه، اینا کنترل میشه. ولی خب فقط صرف این سرمایه گذاری کافیه و مبلغ سرمایش. و مدل دیگه هم هستن که بهش میگن تریتی ویزا، یعنی ویزای بعضی کشورها که سوئد هم شامل این هست، افراد میتونن با ارائه طرح توجیه اقتصادی، اون موقع دیگه سرمایه حداقل یا حداکثری در نظر گرفته نشده، فقط این که طرحی که ارائه میده این فرد بتونه بر اساس اون زندگی بکنه، امرار معاش بکنه. حداقل سرمایه منتهی، ببخشید، برای این هم تعیین شده مثلا $100,000، حداقل سرمایه $100,000. ولی خب دیگه شرایط دیگه اش یه مقدار دشوارتره. این شرایط سوئد، طرح توجیه اقتصادی باید ارائه بده، توانایی کارش رو نشون بده، ثابت بکنه که این طرح در امریکا هم موفق خواهد بود و حداقل $100,000 سرمایه هم نیاز داره، برای نیاز هست برای این کار. منتها این نوع اقامت به اقامت دائم تبدیل نخواهد شد. این تنها ایرادی که این مورد داره این که این به اقامت دائم تبدیل نخواهد شد. ولی در صورت و ازدواج هست، سایر مدل های پناهندگی هست، خب که اونا شامل شما نمیشه، منتها
ازدواج هم با کماکان یک آلترناتیویه. نه آقای رستمی، با ایشون صحبت ازدواج نکنید که اینجا ما دردسر پیدا میکنیم. شما هم گوش نکن دوست عزیز، شما اصلا گوش نکن. خیلی خب، پس متوجه شدید دیگه، درست؟ مواردی بود که در الان حضور ذهن داشتم خدمت شما عرض کردم. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز بشید. سپاسگزارم، روز خوب و ساعتی خوب داشته باشید. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون. بریم سراغ 2398. بفرمایید. خواهش میکنم. خب عجیبه که ایشونی همه سب کرد ولی آخرین لحظه قطع کرد. آقای رستمی، در مورد اون کیسی که گفتین 500,000 دلار، چون میشه یه چیزی نزدیک 4,000,000 کرون، بعد در اون سرمایه گذاری هایی که گفته میشه و سرمایه گذاری که میکنن، آیا اون سرمایه گذاری ها پولی هم بر میگردونه که بتونن باهاش زندگی بکنن، یا همزمان که سرمایه گذاری میکنن بعد در یک جای دیگه کارم بکنن؟ بله، نه خیر، اون سرمایه هست که فقط گذاشته میشه برای یک پروژه‌ای که اون پروژه کار بکنه و موقعیت کاری تولید بکنه. بعضی پروژه بسته یا چه پروژه‌ای باشه، چه پروژه‌ای رو انتخاب بکنن، یه سری شرکت‌هایی هستن که به شما کمک می‌کنن که این پروژه‌ها رو برای شما پیدا بکنن، منتها گارانتی وجود نداره که اصلا این سرمایه‌گذاری به شما سودی بده در از این 5 سال یا نده. ولی پول از دست نمیره. اون شرکتی که ولی پول از دست نمیره. پول از دست نمیره. میتونه از دست بره، میتونه از دست بره. آها. میتونه که از دست نره، میتونه که کمتر بشه. به هر حال این موردی که هست اینه که قانون آمریکا میذاره که این سرمایه باید ریسک گذاشته بشه. ریسکش میتونه این باشه که تمام سرمایه از بین بره، شرکت ورشکست بشه، چون شرکت خصوصی یه پروژه‌ای رو تعریف کرده و سرمایه گذارهای خارجی رو روی اینا سرمایه گذاری کردن، امکان داره که در از بعد یه سایی ورشکست بشه هستن. خب تمام پول از ولی یه میلیون دلاره نه، یه میلیون دلاره گارانتی نه، اونش رو دیگه فرد میتونه خودش ادارش بکنه. خب به هر حال ریسک خراب شدن سرمایه و که همیشه هست، وجود داره همیشه، منتها به هر حال ریسکش کمتر از اون مدل. بسیار سپاسگزارم. 2398 بفهمید، بر روی خط هستی شما. سلام، شبتون بخیر. شب شما هم بخیر عزیزم، بفرمایید. خواهش میکنم. یه دختر خانومی کیس اجتماعی داشته، 2 سال اومده سوئد، منتظر جواب هنوز فعلا. تو همین حین با یه فردی که سیتیزن سوئد هست آشنا شده، ازدواج کرده یک سالی، الان با هم زندگی میکنن و یعنی مشکلی با هم ندارن. درست. ایشون میتونه از طریق این فردی که قولی شهروندی سوئد داره اقدام کنه که اصلا کیس اجتماعشو بذاری کنار و الان از طریق قولی ازدواج بخواد پیش بره؟ ایشون باید حتما کشور رو ترک کنه و از کشور خودش و یا کشور دوم یا کشور سوم در واقع درخواست اقامت بر اساس ازدواج و حالا سامبوفر هلند رو صدا بده. در سوئد نمیتونه، این درخواست بررسی نخواهد شد. و در کنار این کیس پناهندگی اگر شرایط خیلی غیر عادی باشه، اداره مهاجرت میتونه بررسی بکنه این مورد رو، ولی اگر شرایط عادی نه. ایشون وقتی که اداره مهاجرت نظرش بر این باشه که این فرد دلایل پناهندگی قوی نداره و باید برگرده کشور خودش، اونم اصلا بررسی نشه. دوست عزیز، شما چیزی فرمودین، بفهمید یه بار دیگه. ایشون پاس ایرانی نداره، به قولی نمیتونه برگرده ایران، چیکار میشه کرد؟ نه خب پس بهترین چیکار، اگر اداره مهاجرت کیس رو بذارید که این فرد باید بذارید اجازه بده که اداره مهاجرت کیس پناهندگیش رو بررسی بکنه، اگر کیس پناهندگی مورد قبول واقع شد که اقامت میگیره، اگر نه در هر حال اداره مهاجرت نظرش برای اینه که این فرد باید برگرده کشور خودش. حالا پاسپورت داره یا نداره دیگه اون مسئله بعدی، مشکل بعدیه، ولی وقتی دلایل پناهندگی مورد قبول واقع نمیشه، این فرد باید برگرده کشور خودش و باید سفر و جواز سفر و ورود و پاسپورت اینجا هم تهیه بکنه طبیعتا از طریق سفارت کشور خودش. این دیگه مشکل به اصطلاح این فرد میباشد. و اگه وقتی که گفتیم که پاسپورت نداره نمیتونه تهیه بکنه، اصلا اقامت های ازدواجی بدون پاسپورت صادر نمیشه، این هم یه مشکلیه که معمولا در همچه حالتی به وجود میاد. ولی خب فردی که به هر حال از طریق از طرف اداره مهاجرت با کیس پناهندگیش مخالفت میشه، در هر حال کیس ازدواجش هم اینجا بررسی نمیشه، این فرد باید برگرده و از کشور خودش درخواست. خب پس آقای رستمی، با این حساب اگر که این خانم با پناهندگیش موافقت نشه، کاغذم نداره، پاسپورتی هم نداره، به ایرانم نمیتونن برش گردونن، یعنی عملا ایشون تبدیل میشه به پاپسلوس.
بله اگر خب در واقعش اگر پاسپورت نداشته باشه نمیشه داره مهاجرت، این کیس ازدواج رو بررسی نمیکنه. آها پس دیگه کیس ازدواج رو کمپلت دیگه اون اصلا بررسی نخواهند کرد به طور کلی. خیلی عجب. بررسی میکنن جواب منفی میدن، منظور آره، آره، این که بررسی نمیکنه این که یعنی اصلا این مورد رو در نظر نمیگیره، خیلی راحت جواب منفی میده بهش. خب راه حلی نداره، جواب منفی هم اینه که این فرد نمیتونه در سوئد بمونه و درخواست ببخش ایشو چجوری اومده سوئد پس بدون پاسپورت چجوری اومده؟ اونو دیگه من واقعا نمیدونم که مشکل چون قاعدتا اگر اینا چک بکنن و ببینن ایشون از در از ایران قانونی خارج شده دیگه پاسپورت داشتن نداشتنش مسئله شده. نه اوکی پس اون دیگه بحث شده کن. اما یعنی هیچ راه حلی نداره الان این که دو نفر که دارن با هم زندگی میکنن ازدواج کردن به قولی روتین زندگیشون افتاده به قولی روی ریل دارن به قولی با هم زندگی میکنن الان که فردا اگه مثلا بیاد بگه بره این فرد سوئدی نمیتونه مثلا زنشون نگه داره توی کشور؟ نه خیر متاسفانه در سوئد این امکان وجود نداره. این فرد وقتی که اقامت بر اساس ازدواج میخواد باید حتما از کشور خودش این درخواست بده. خب اگه برگرده ایران حالا حساب کنیم مثلا برگرده اینا احتمالش هست که خیلی مشکل داشت پیش بیاد چون به قولی الان پاس نداره، مشکل اجتماعی داشته، کیس اجتماعی داشته، اگه گیر کنه اونجا چی؟ تشخیص خب اون یه مسئله دیگه است به هر حال اون، ولی خب اداره مهاجرت کیس این فرد رو بررسی میکنه و در حال حاضر نظرش بر اینه که اگر نظرش بر این باشه خطر ایشون رو تهدید نمیکنه به هر حال اتفاق خاصی نمیفته مبنا بر اینکه باید برگردش. خب دوست عزیز با عرض پوزش ما کمتر از 30 ثانیه به پایان برنامه بیشتر باقی نمونده، سپاسگزارم از شما جناب رستمی عزیز، با یک دنیا سپاس از شما که وقت گذاشتید به روی خط اومدید، امیدوار هستم که هفته آینده چهارشنبه ساعت 5 و ربع بتونیم در کنار شما باشیم. خواهش میکنم، عصر بخیر آقای. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. من قبل از اینکه